با سلام خدمت شما دوستای عزیز، توی این ویدیو نحوه عملکرد برنامه فیر از سیستم عامل iOS رو براتون توضیح میدیم. برای وارد کردن کانفیگا توی این برنامه دو راه وجود داره، یکی استفاده از لینک اشتراک، یکی دیگه هم استفاده از QR کد. برای این کار شما کافیه که لینک موجود در بخش برنامه فیر در پنل کاربریتون رو کپی کنید. و بعد از اون وارد برنامه میشیم و روی Import VPN Config کلیک میکنیم. لینک مربوط به اشتراکمون رو در این قسمت پیست میکنیم و اوکی رو میزنیم. همونطور که مشاهده میکنید تمام کانفیگ های مربوط به این لینک وارد برنامه شد. برای وارد کردن کانفیگ از طریق QR کد هم کافیه که از منوی پایین برنامه روی Add VPN by QR کد کلیک کنید و QR کد موجود در بخش فیر در پنل کاربریتون رو اسکن کنید. برای بررسی کیفیت کانفیگا و دریافت پینگ واقعیشون در قسمت پایین برنامه روی Test VPN Latency کلیک میکنید و در منوی باز شده روی دومین گزینه یعنی تست وب لیتنسی کلیک میکنید. همونطور که مشاهده میکنید تست پینگ واقعی از تمام کانفیگای ما نمایش داده میشه. برای اینکه کانفیگامون رو بر اساس پینگی که بهمون میدن مرتب کنیم کافیه که دوباره روی تست وی پی ان لیتنسی کلیک کنیم و گزینه یکی اون به آخری یعنی سورت بای لیتنسی رو انتخاب کنیم. با این کار کانفیگای ما بر اساس پینگشون مرتب میشه. قابلیت بعدی این برنامه به اشتراک گذاری پروکسی یا همون لوکال شیرینگ. برای فعالسازی این قابلیت کافیه که لوکال شیر رو فعال کن و بعد از اون تمام دستگاهایی که با شما روی یک شبکه متصل هستن میتونن با وارد کردن آدرسی که بعد از فعالسازی به شما نمایش میده در قسمت پروکسی از وی پی ان شما استفاده کنن. برای آپدیت کردن کانفیگا در برنامه فیر شما مجبورید با گزینه دیلیتال وی پی ان تمام اونا رو پاک کنید و مجدداً از طریق لینک یا کیو آر کد اونا رو وارد برنامه کنید. برای استفاده از قابلیت های مثل اوتو سی دی ان در این برنامه به علت اینکه قابلیت آپدیت کردن سابسکرپشن وجود نداره شما باید با وی پی ان خاموش وارد صفحه کاربریتون بشید تا پنل کانفیگای مربوط به اپراتور شما رو بهتون بده و بعد از دریافت لینک اونا رو مجدداً وارد برنامه کنید. امیدوارم که این آموزشم برای شما مفید بوده باشه. خوشحال میشیم که با دنبال کردن ما در یوتیوب از ما حمایت کنید. به امید روزای خوب برای همه.